با از هم پاشیدن دسته انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اطمر، شک و تردیدها در برابر ایجاد دوباره این دسته به میان آمده است. اگرچه منابع به صدای امریکا میگوید که دسته انتخاباتی صلح و اعتدال از رفتن به انتخابات منصرف شده است. د سولې او اعتدال ټاکنیز ټیم د سولې دپاره او سولې ته یا د دې لوړ ارمان ته د رسیدو په موخه باندې خپل ټاکنیز فعالیتونه د اوس دپاره درولي دي. دا چې موږ د سولې دپاره څه ډول برنامه باندې کار کوو او همدا ډول زموږ د ټیکټ یا د دې سیاسي ټیم راتلونکی به څه ډول تشکیل کیږي، په دې رابطه به ډیر ژر موږ ولس ته خپل وضاحت او واضح پیغام ورکړو. در حال حاضر دسته انتخاباتی صلح و اعتدال با کنار رفتن محمد یونس قانونی و محمد محقق که معاونان این دسته بودند فعالیت‌های خود را متوقف ساخته است. اما کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که ستاد انتخاباتی صلح و اعتدال تا 20 روز پیش از برگزاری انتخابات فرصت دارد که معاونین تازه‌اش را معرفی کند. تا حال به انتخابات ریاست جمهوری و به روز انتخابات ریاست جمهوری ما وقت داریم دیده شود که تیم جناب اطمر صاحب کی را به کمیسیون مستقل انتخابات به حیث معاون خود معرفی میکنه. اما نهادهای ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری این کشور میگویند که اگر یکی از نامزدان تصمیم دارد از رفتن به انتخابات منصرف شود، باید هرچه زودتر موقفش را اعلام کند. بعضی تکتان انتخاباتی فعلا در حالت یک سردرگمی قرار دارن یا در تشکیلاتشون مشکل واقع شده، گرچه اینها از لحاظ قانونی انصراف حق دارن ولی متاسفانه که میاد گذشته. حال اگر اینها ترک انتخابات میکنن یا به هر دلیلی که اینها در انتخابات مشارکت نمیکنن، فقط مشکلشان به مردم راجع میشه و اویی که در واقع رایدهی اسمشان چاپ شده، مردم برای به هر دلیلی که باشه یا بعدم یا آگاهی می یا مسئله دیگه برشان رای میته و متاسفانه که رای باطل میشه و حق خودش در حق مردم یک ظلم و جفا است که صورت میگیره. از میان 18 نامزد انتخابات ریاست جمهوری تا کنون یکی آنان از نامزدیش به سود نامزد دیگر کنار رفته است و در حال حاضر سرنوشت ستاد انتخاباتی محمد حنیف اطمر هم روشن نیست. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدا آمریکا، کابل.